لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير الخبير البصير، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بآله الطيبين الطاهرين المنزهين عن الرجس بآية التطهير، لا سيما أولهم ورئيسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنسوب بيوم قدير، وآخرهم بقية الله المهدي المنتظر لإزالة الجور والعدوان وتطهير الأرض من كل شرير، ولعنة الله على أعدائهم أهل الجور وأصحاب السعير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين. کارم ز سبو و جام بگذشت، وقت خم و نوبت قدیر است. یا قال الباب الذي عن هزه اجزت اکف اربعون و اربعون، لولا حدوثك قلت انك جائل الارباح في الاشباح والمتنزع، لولا مماتك قلت انك باسط الارزاق تقدر في العطاء بتوسع. ما العالم العلوي الا تربه في حال جثتك الشريفه مزجع، ما الدهر إلا عبدك القن الذي بنفوذ أمرك في البرية مولع. خدا را شاکرم در محضر افاضل اعلام اعزا در باری بزرگترین فرد بشریت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله عرائزی سمع مبارکشون میرسانم. عید فطر را تبریک میگویم فرد ساز، عید قربان را تبریک میگویم جامعه ساز، عید جمعه را تبریک میگویم دو رکعت نماز کم، دو خطبه زیاد، یک خطبه برای فرد سازی، یک خطبه برای جامعه، تذکار فطر و قربان. تمام اینا فرد و جامعه را می سازد. مثل نطفه و مزغه و علقه اندام چهار ماهه، اما هنوز روح دمیده نشده. عید قدیر دمیدن روح است در کالبد اسلام، در مردمی که با عید فطر و عید قربان ساخته شدن، حالا باید دارای روحیه باشن. عید قدیر برای نماز روح است، برای روزه روح است، برای حج روح است. اگر نباشد امام نمازها بی اثر است، روزها بی اثر است. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، ولو شبها به قیام روزها به صیام، همیشه عمر به عمر و حج برود ولی امام رو نشناسد. حدیثی است فریقین نقل کردن، من مات ولم یعرف
امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. لذا بزرگترین عید قدیر است. فطر و قربان به اون نمیرسد. عید الله الاکبر. آیان در شرح حال پیامبر اکرم 20 سال رو معین کردند. و اندر عشیرت کل اقربین آیه 214 از سوره شعرا که به حسب نزول 47 سوره است و به حسب مصحف موجود 26 سوره. در 47 سوره و اندر عشیرت کل اقربین 40 از سران شرک در بهبوه و شدت دعوت فرمود، اطعام فرمود، بعد علی رو معرفی کرد، هر که اول به من ایمان بیاورد وزیر من است و وصی من است. لفظ وصی در اینجا به کار برده شد. سال سوم، سال 23 دست ایشان را گرفت. اونجا سال سوم 40، سال 23 120,000 از همه جا بیایند، از یمن، از شام، از عراق، از اطراف حجاز بیایند. حتی همسران من همه باید بیایند، همه باید در این بیعت شرکت بکنند. مطلب مهم جهانی است، مطلب مهم اسلامی است. در محضر افاضل ارجمند به نکات قرآنی میخواهم توجه بیشتری شود. در آیه 55 از سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تکیه در اینجا بر انماست، تنها فقط ولی شما خداست و رسول و اون که در نماز در رکوع صدقه داد. آمدن همراه پیغمبر اکرم، کیست در مسجد چنین عملی انجام داده که آیه‌ای در باره اش نازل شده؟ همه میگویند علی علیه السلام. این معنا رو بیان کردن، این نماز جای تکیه است. ولی آیه قبل 54، آیه بعد 56 باید اون رو هم دقت کرد. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. چه خبر است که از ولایت که صحبت می شود انحرافش را ارتداد حساب می کنند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قومی که خدا را دوست دارند، خدا هم آنها را دوست دارند. در سوره قتال و در جاهای دیگر این قوم کیانند؟ از پیغمبر سوال می شود. فرمود از نسل سلمان. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، در مقابل کفار درشتن، زبرن، خشنن، در مقابل مؤمنین نرمند، آرامند. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، شبه پراکنی، تفرقه اندازی اینها رو از کار باز نمی دارد. ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. مقدمه این است، ولایتی که میخواد عرض شود کسی بخواهد اعراض بکند، تن زیر بار ندهد، این ارتداد از دین است. نمیگویم ارتداد فقهی که نجاست بار باشد و انفصال همسر را از همسر بیاورد
و قتل واجب باشد و اموال باید بین ورثه توزیع شود. اون رو نمیگویم. اون دینی که باید در بین مردم باشد این پشت کرده از دین. و آیه بعد، آیه 56، و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسانی که ولایت خدا را، ولایت رسول را و ولایت این مؤمنین در نماز، در رکوع، زکات، بده را بپذیرند، اینا حزب الله هند. فإن حزب الله هم الغالبون. به این نکات که دقیق می شویم، می‌بینیم علی مساوی با ایمان، پیروی از علی حزب اللهی شدن است و پیروز شدن در امور. فإن حزب الله هم الغالبون. یک کمی بالاتر می‌پریم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. باز قوم کافر رو در نظر بگیریم. یعنی لب ایمان ولایت است. سرپرستی مردم به وسیله کسی که در تمام جهاد چون پیغمبر باشد، منهای وحی، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بنابراین در تمام جهات باید مانند پیغمبر باشد. و در این جهت ان شاء الله فرصتم اجازه بدهد از خطبه 190 نهج البلاغه این معنا را بیرون میکشم. عین پیغمبر است، در سن 10 سالگی عین پیغمبر است. از خطبه 190 انشاءالله به سمعتون میرسانم. و اینجا اونی که مهم است، این آیه در عرفه نازل شد. اهل سنت میگن مال عرفه است، نه مال هجری ذی‌حجه. درست است، همینطوره. ولی اونجا والله یعصمک من الناس نداشت. ایشان پیغام را نرسون، میترسم از مردم، میترسم تا اعمال حج تمام از مکه خارج به جانب مدینه روانند. آیه آمد با این اضافه والله یعصمک من الناس. من همین تأمین رو میخواستم. حالا که چنین شد چرا اقدام میکنم؟ آیه سیوطی در دارالمنصور میگوید مال عرفه است، ما هم قبول داریم. اما والله یعصمک من الناس کی آمد؟ و چرا در کنار برکه وادی خم این معنا ابلاغ شد؟ چرا؟ و چرا والله یعصمک من الناس؟ این ناس یهود بودن؟ یا همین مردمی که در سوره آل عمران آیه 146 و 164 و ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول افا اما تا او قتلن قلبتم الا اعقابكم. این رسولیست از جانب خدا، اگر مرد یا کشته شد بر میگردید به جاهلیت؟ ان قلبتم الا اعقابكم، از اینا میترسید؟ دین تازه پیدا و یک عده اعراب بیابانی هجوم آوردن به دین ولی معارف ندارن، فرهنگ اسلامی رو ندارن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یک عده جاهلیت از عربهای بیابانی به افتخار اسلام آمدن اما هنوز فرهنگ ندارن. اینا رو می شود به مختصر وعد و وعیدی گول زد. پیغمبر از این می ترسد. اذا والله یعصمک من الناس، مطلبت را برسان و اگر نرسندی 23 سال منهای 70 روز زحمات زیاد. برادران، سربران، لفظ 70 گفته میشه، 70 غزوه، نه خیر،
در 103 ماه 108 سریه و قزوه. هیچ انسان پرکاری اینجور تلاش نداشته. در 103 ماه در مدینه 108 قزوه و سریه انجام بدهد. به طوری که اون فسادها را برداشت، اختلاف قبائل را برداشت، زن قیمت ندارد، زن را ارزش داد، میراث به زن بدید، احترام به زن بدهید و زن را گاهی در بعضی از عواطف مقدم بر مرد داشته. من ابر امک، من ابر امک، من ابر امک، من ابر هذا اباک، من ابر اباک. وقتی که این طور بالا آورد، سطح جامعه را عوض کرد، در اینجا ستودارد آمریکایی در حاضر العالم الاسلامی تعریب امیر شکی برسلان در سطر اول این کتاب سجل در دو مجلد یکاد و یکون و امر و نشوع الاسلام من اعجب النبع الذی دون فی تاریخ البشریه. من ستودارد آمریکایی نمیگویم 14 قرن، میگم در تاریخ بشر حادثه‌ای به این بزرگی واقع نشده. مردم بی سواد را 6 قرن گیرنده جایزه نوبل به اصطلاح امروز از مسلمین برافراش. 6 قرن، از قرن دوم تا قرن هفتم برنده جایزه جهانی علمای اسلام بودند. این مردی که این غزوات برپا کرد، این مردی که 360 قبیله را متحد کرد، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این مردی که مجاهدان، افراد ارجمند، بوزدها، مقدادها، عمارها، مالک اشترها انجام داد و به جهان تحویل داد، از خود خالی، پر از حب خدا، پر از حب مسائل اسلامی، میتونن مانند خواجه نصیر تحویل بدن؟ مرد به این ارزنده سر قبر به من بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالبسید. من کلب آستان خاندان پیغمبرم. دارید چنین چیزی؟ دارید مانند مالک اشتر؟ مالک اشتر برای من چون من برای رسول خدا. تربیت های اسلامی است. به این تاریخ ها باید دقیق بشویم، به این ارزش ها باید پایبند بشویم. لذا این کار رو کرد. با این همه این مطلب آخر برابر با 23 سال، و اگر مطلب آخر را نرسانی رسالت ما را انجام ندادی. که انه گفته می شود اصلا رسالتت برای بیان مانند علی است. رسالتت منهای علی منهای رسالت است. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و الم تفعل فما بلغت رسالته. برادران اهل سنت در این عبارت دقت کنند. خدا که تعارف نداره، خدا که گزافه‌گو نیست. اگر این کار را نکنی هیچ کار نکردی. این همه کار که دوست و دشمن را به اعتراف واداشته، مثل شبلی شمگل تابع مکتب داروین، اینی و این اکوگت کفرت و بدینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی. به بلاغت القرآن قد خلب النها و به سیفی انها علی الهاماتی من دونه الابطال فی کل الورا من سابق او حاضر او آتی. شبلی شمگل، تمام قهرمان ها باید پشت سر پیغمبر اسلام باشن. من سابق او حاضر او آتی. یک چین عظمت، یک چین جلال، اگر پیام راجع به علی را نرسانی هیچ کار نکردی. و الا لم تفعل فما بلغت رسالته.
والله یعصمک من الناس والله لا یهدی القوم الکافرین. باز به جمله اخیر توجه بفرمایید، والله لا یهدی القوم الکافرین. منافقین بفرماید، فاسقین بفرماید، ظالمین بفرماید، هر پیس، والله لا یهدی القوم الکافرین. در اون بحبوحه پیشرفته ها برگردن، عقب مانده ها برسن، زیر این پنج درخت رو تمیز بکنید، از جهاز شتر منبری برپا کنید و همه جمع شوند در هوای داغ، قطعی از عبا بر سرشون، قطعی زیر پایشون. شروع کرد مطالبی را که به مردم رسنده، به اقرار گرفتن از مردم قرائت کردن و گفتن و از اونها اقرار گرفتن. و اون جمله‌ای که بیت القصیده، اون جمله‌ای که جان این خطبه است، شما در آیه ششم سوره احزاب نخوندید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ بحث ولایت، نه بحث بیان احکام شرع، نه بحث بیان ما آتاکم الرسول فخذوه، اون مال احکامه. اما النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینطور نیست؟ قالو بلا. علی جلو بیا، دست علی رو گرفت بالا برد، من کنت مولا فهذا علی مولا. اون کسانی که من اولای به اونها هستم، علی اولای به اونهاست. شما 27 معنا برای مولا درست کنید. یک مرد بزرگ، یک والا، یک عظیم الشان، صاحب القدیر، علامه امینی با لغت اثبات میکنه در 27 معنا اولا خوابیده. ریشه های آسمانی نوشته ایشان ترجمه شده، مطالبه فرمایید. بنیاد بین المللی قدیر امسال منتشر میکند اون را. تمام 27 را اولا درش میگنجاند. و قبلا مجاهد والا، مرد صریح اللهجه، مرحوم مفید، کتابی دارد در باره مولا. ایشون 10 معنا را پیش کشیده، همه را با اولا تطبیق میکند. مفید اون روز و مجاهد بزرگ عبدالحسین امینی عظیم امروز، یعنی هر معنایی بکنه درش اولا خوابیده مطابق لغتتون. بنابراین جای وسوسه نیست و این اولاست به مؤمنین از خودشون، در تصرف در مال، در تصرف در جان، در تصرف در حیثیات، علی اولاست از خود مؤمنین به خود مؤمنین. این معنا را ابلاغ کردن، 3 روز در اونجا موندن. اگه میخواست بفرماید که هر کی من دوستدار او هستم، علی دوستدار اوست، مگه قبلا نفرموده در سوره براءت آیه 70 والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض؟ بعضی در اونجا گفته شده مردم نگه دارن به این معنا. 1-2 علی مولای اوست بعد از من. اگر محبت است همین الان، بعدم شاعر زمان حسان ابن ثابت انصاری که ایشون را ولی امامن و هادیا، پیغمبر در اون روز ایشان را امام و هادی قرار داد. خود ایشان هم امیر المؤمنین در اشعارش بعد من را امام قرار دادن. و شعرای دیگر هم به معنا اشاره کردن. سفسته یعنی چی؟ خودتون گول زدن یعنی چی؟ مگر قیامت ندارید؟ مگر خدا از شما سوال نمی کند؟ وقفوهم انهم مسئولون. جواب بدید. در اینجا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیان از سال 3 تا سال 23 ذکر کردن. عرض می کنم از سال اول، از ماه‌های اول علی رو به عنوان ذکر کردن. در کودکی، در موقعی که کسی نبود
یاری کند، این علی یاری دین میکرد. خطبه 190: وقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت القریبه والمنزلت الخسیسه و زعنی فی هجره و انا ولید. من بچه بودم، غذا رو می جوید پیغمبر به دهن من می گذاشت. و زعنی فی هجره و انا ولید، یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمزق الشی ثم یلقمنی. حالا در این سن بچگی 3-4 سالگی: و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطرتن فی فعل. باید ما نهج البلاغه رو بخونیم، کوچیکیشونم ببینیم. بر من یک دروغ ندید پیغمبر، یک خطای در فعل ندید. بعد بلغت قرن الله به صلی الله علیه و آله ملدون ان کان فتیلن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. یه فرشته از زمانی که پیغمبر از شیر گرفته شد، از 2 سالگی پهلوی پیغمبر بود، مواظب پیغمبر بود که اخلاق پیغمبر را بالا ببرد. منم در سن کوچکی، پیغمبر در سن 30-چند سالگی، من هم اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، منم مثل بچه شتر که دنبال مادر حرکت میکند دنبال پیغمبر حرکت میکردم. به من هر روز یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. هر روز یک اخلاقی رو برای من بیان میکرد و مرا امر میکرد اقتدا کنم. هنوز وحی نیامده، من در تربیت اخلاقی او بودم. و در آن روز که دیگه وحی آمد، در مکه یک خونه 3 نفر در جمع بود از اسلام، پیغمبر بود و خدیجه و انا ثالثهما. نتیجه اون تربیت چی بود؟ و کنت ارا نور الوحی و رساله و اشم یا به اشم ریح النبوه. به این درجه رسیده بودم، نور وحی و رسالت را می دیدم، بوی نبوت را استشمام می کردم. یعنی اون فضای عالی که فقط برای پیغمبران است. من در سن 10 سالگی اول بعثت پیغمبر من می دیدم این معنا را. رنه ناله شنیدم، عرض کردم یا رسول الله این رنه چه بود؟ فرمود رنت و شیطان، ناله شیطان بود. قد یأس من عبادته، از این که من مبعوث شدم، از این که عبادتش بکنم دیگه مایوس شد، نالش بلند شد. اینجا رو دقت بفرمایید: انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبی لکنک و انک لوزیر و انک لعلا خیر. اول وحی سنه 10 ایشان بوده، 40 پیغمبر، 10 سالگی ایشان. من صدای رنه را شنیدم. فرمود اون چه من میبینم تو میبینی، اون چه من میشنوم تو میشنوی. این حسابش از دیگران جداست. ایشون در خطبه 216 فرمود ما از کسانی هستیم قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. ما در بین شما هستیم. کنت جاورکم بدنی ایامن، بدن من چند سباهی میان شما بود، روح من میان شما نبود. این لایق است برای این که به این مقام منهای نبوت، بلی تمام مقام پیغمبر بدون استثناء به تمام برسد. خداوندم فرماید اگر این رو ابلاغ نکنی اصلا رسالتی را انجام ندادی. آیون می فرمایند از سال 3 تا 23
نخیر، سال اول، روزهای اول و سه مزیت از دستمون رفته. یکی که از سال اول بوده، دوم در ردیف توحید و قیامت و نبوت بوده، سوم بر مسلمین واجب کردند روزی 10 بار این رو در عبادت ذکر کنم. روزی 10 بار؟ بله. یک قدری در تفسیر ملاحظه نشد، سه مطلب از دستمون رفت. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. متاسفانه در تفسیرها آمده اونا که نعمتشون داده یعنی مسلمین، مغضوب علیهم یعنی یهود، ضالین یعنی نصارا. از کجایی رو میفرمایید؟ اگر این بود غیره خونده میشد. این غیر صفت برای مضاف الیه، نه برای مضاف. صراط الذین انعمت علیهم، این الذین غیر المغضوب علیهم، این الذین وللضالین، کسانی که نعمتشون دادی و غضب بر اونها واقع نشد، یعنی نعمت را بیهوده و بی جا مصرف نکردن و اینها به فکر خود بسنده نکردن، فقط به مطلب خدایی. نعمت رو گرفتن، همه گرفتن، اما نعمت رو همه به کار ببرن غیر از معصوم این طور نیست. هر کسی یک خطایی داره. اینا نعمت را به جا به کار بردن و اینا به فکر خود بسنده نکردن، یعنی معصوم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تقدیم دانشمند والا علامه عسکری تفسیر رو دادم، گفت فلانی در هر نماز ازت یاد میکنه. روشن کردیم ما را که اونجا نه صراط یهود غیره که نیست، غیره است. با یهود فعلا کاری ندارن، اول مکه است. با یهود در مدینه در افتادن. سوره فاتحه 5، سوره مدثر 4، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تمجید از اهل کتابه. چطور میشه سوره 4 تمجید باشه و سوره 5 انتقاد؟ هنوز درگیری ندارن. لذا شده دیگه، حالا واقع شده. انشالله اون سوره رو میبینید و میدید که نه، قطعاً من شک ندارم در این سوره توحید برده، نام برده الحمدلله رب العالمین. در این سوره مالک یوم الدین، قیامت گفته شده. در این سوره اهدنا الصراط که به وسیله پیغمبر است خواسته شده و راه کسانی که، نه فقط پیغمبر، راه کسانی که این سه صفت رو دارن، نعمت رو گرفتن، در جایش به کار بردن، به فکر خود هیچگاه بسنده نکردن. ما از روز اول در بهترین فرائض نماز باید روزی 10 بار نام پیغمبر و علی و آل رو ببریم. این وظیفه ماست. البته در محضر افاضل ارجمندم ازشون تقاضا دارم در این باره یک کمی دقت بفرماین. برای تمام مفسران ارج قائلی، ولی برای فکر آزاد ارج بیشتر، برای پژوهش ارج والاتر. پژوهشگران کشورهای غیر ایرانی تشریف آوردن و پژوهش کردن، مقاله نوشتن. تشکر میکنم، خداوند حفظشون فرماید. آیان اعزه‌ای که اظهار لطف کردن، خدا قدمشون را راسخ فرماید و هر کدام مشعلی باشن فراراه امتی. پروردگارا این انقلاب عزیز را تا ظهور حضرتش بیمه فرما. پروردگارا حوزه علمیه را حفظ فرما. آقایانی که این جلسه را برپا کردن، خدا یا تأیید و توفیق و تسدید نصیبشون فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.